سلام کچلم، خوبی؟ خانم بفهم داخل، بفهم. کمیته انضباطی تا حالا زیاد رفته بودم، ولی فکرشم نمیکردم یه روز پام به کلان تری باشه. نفهمیدم چی شد. تو زمین زیاد پیش میاد یه مدافع مستقیم پیله میکنه به دلت میخواد میشه بزنی، ولی نه اینکه دیگه طرف رو بخوای بکشی. این پسرم تا به شما فحش دادم من کارش نداشتم، ولی همین که گفت اون که بزرگت کرده فولا، من دیگه اصلا خون جلو چشمامو گرفت. او یارو از این عوضی ها بود. نه عزیز من عوضی نبوده، خیلی هم آدم خوبی بوده، آدم تحصیل کرده و بازرگان. هرکی بوده بهت فحش داد. آخه جواب فحش اینه که تو همچین میزنه که یارو از جاش بلند نشه. بابا گرکانی گفت اسم تو لیست نیست، الان دنیا رو سرم خراب شد، همه زحمتون به باد رفته بود. آدم این پسر جلوی من سبز شد، چه میدونستم میمیره؟ هیچ میدونی الان اسم تو لیست تیم ملیه؟ هیچ میدونی اون خبر اشتباه بوده؟ کلی از بچه های تیم ملی به من زنگ زدن، همه نگرانت شدن. چی میگی ماما؟ بله اسمم تو لیست نبود، خودم میترا شاهده. اینا میخواستن قیمت رو بیارن پایین. باز اشتباه کردی، باز دوباره خریت کردی مهران. چقدر بهت گفتم به اعصابت مسلط شو، باز فکر کردی همه جمع شدن که زندگی تو رو خراب کنن. چقدر بهت گفتم دنیا یه باره برای کسی به آخر نمیرسه، اصلا دنیا آخر نداره. گفتی چشم، اما باز کار خودتو کردی. اما این بار کاری که کردی تاوانش خیلی سنگینه مهران، خیلی سنگینه. میگوشنم آره. خدا نکنه فدات شد. ادامه میکنه نه؟ نه عزیز من، خدا نکنه. من زمینو به آسمون میرسونم که این اتفاق نیافته. من همه جوری کمکت میکنم عزیزم، اما تو رو خدا به اعصابت مسلط باش، تو رو خدا اینجا مواظب رفتارت باش. قول میدی؟ باش. قربونت برم، غصه نخوری یا عزیز دلم. قابل نداره، دست درد نکنه. سرکار زندونیو میشناسی؟ ازش امضا گرفتی؟ نه. چطور نمیشناسی بابا؟ یه پاتلای فوتبالیسته. نمیشناسم. ای بابا داماد آقای سماواتی نصف اسم اسمشه. نه. حالا خود تو شهر خدمت میکنه اینا. سلام قربان. بله اسمم میام خدمتتون. زمان زیادی نداریم، صحبتاتون زودتر تموم کنیم. سرکار، حواست به مطمئن باشه تا من برگردم. بله قربان. ببین مهران، او هم دعوا داشتیم درست. به خونه هم تشنه بودیم، برفرض میگیم اونم درست. اما الان تو قفسی و من بیرون تو جنگل های هندستون. یاد توتی بازرگان بیفت، میفهمی من چی میگم. حالا من میمیرم تا تو از قفس بزنی بیرون. یادت افتاد کجاشو میگم؟ ببین مهران، 4 خط تلفن از امروز تا فردا که تو و مادرت تو راه ترون داریم میرین خونه وقف کار توه. یکیش وکیله، یکیش رئیسه، یکیش حقوقدانه، یکیش هم رئیس فدراسیون. از امروز تا 24 ساعت اگه من تو رو نفرستم ترون گرکانی نیستم. بابا بخند مهران، بخند جونه مهران، بخند دیگه بابا.
بازداشتی نه خدای نکرده بیمارستان که نیستی. بازداشتگاهم جا مرده. بعد میگم سرکار. حالا چطوری از شمال و ویلای یکی از بچه‌ها سر از زندون اصفهان درآوردی بماند؟ دیگه هیچ وقت به من دروغ نگو سارنگ. یادته روز اول ورودت به دنیای حرفه‌ای یادته چی بهت گفتم تو ماشینم؟ گفتم رکب مکب به من نزن مهران. آره بی خیال. میخوام آزادت کنم. ولی شرط داره. اول اینکه دیگه باس به حرفم گوش بدی. بعدش هم 4 خط می‌نویسی. از فردا تا 4 سال من وکیل و همه کارتم. یعنی امضام امضای توه. ببین مهران تو الان بیرون کارهای زیادی داری. اینا رو ول کن. دوالو گو ببینم کیا اسم من تو سایت در آوردن. کیا؟ حالا چه فرقی میکنه؟ ولی هر کی بوده تو آیتی فدراسیون دست داشته. همینا که سایتو چیز میکنن، آپدیت میکنن. ولی تو اومد نزنی. ولی هر کی بوده هکر خیلی ماهر قوی بوده. میدونی سیکورتی سایت فدراسیون بالاست، کار هر الف بچه‌ای نیست. ولی به هر حال کار ناجوری کرده دیگه. بیا، الان اسم تو تو سایت فدراسیون هست. چه فایده؟ مهران، حالا که چوبشو خوردی و به حرف من رسیدی، بیا از این بعد به حرف من گوش کن، ضرر نمی کنی. من پا تو ماچ میکنم، سوری. ای بابا، مخلصتم، این چه حرفیه؟ بس من این قرارداد آماده کنم که وکیلتم، امضاتم یه جوری تو تهران محضریش میکنم. دیگه اومدی نسازی، سوری. خب این، ما اصلا از اول سر همین جنگ داشتیم ما هم دیگه. این حرف رو جایی نزدی که؟ بابا هم اختلافی نداشتیم داشتیم؟ من که یادم نمیاد. حالا امضا نمیکنی نکن. ولی دیگه بس ما حرف در نیاد. ماشاءالله این حرفو رو ول کن. تو منو بیار بیرون، من خودم یه دونه مهمونی میگیرم، اول بچه رو دعوت میکنم، میگم چقدر بامرامی. بعدش هم یه وکالت بهت میدم. وکالت همه چی الا زندگی. تو فعلا اگه شدنی من از اینجا بیار بیرون. معلومه که شدنیه. تو فقط خودتو نباز. ببینم مهران، پول مول که داری اساسی. گریز پولای من خبر داری. دیگه این سوالا چیه میکنی آخه؟ من فکر میکنم 300 تایی باید تو بانک داشته باشی، نداری؟ یه همچی چیزایی. خب، مگه دیه آدم چنده؟ سرکو دیه الان چنده؟ نمیدونم. ساعت الان چنده؟ وقتتون کم کم داره تموم میشه. بله خب، ببین. خیلی که بخوام بالا حساب کنن، 2 برابر میخوام. 3 برابر فوق نهایتش، میشماریم جنگی میدیم و میریم ها؟ دادگاه رو چیکار کنم؟ من باید یه ایران جواب بدم. مگه خونه تهران سند نداره؟ چرا به نام مامانه؟ ولی تو که میدونی اونجا مستاجر داره. مستاجر؟ سوال مرگ من کسی نفهمه. اوکی گرفتم مستاجر. حالا اینجوری خودتو نباز، محکم حرف بزن، حتی با خانواده پسره. تو یه قهرمانی، همه تو رو میشناسنه، نباید اینجوری خودتو ول کنی. من امروز با خانواده پسره قرار دارم، بهشون میگم تو کی هستی. اونا باید باز تو رو بشناسن، با اعتماد به نفس حرف بزن، برای اینکه اونا میان اول حال تو بگیرن. چی شد این پدر زن اتایی میگفتی نصف اسممون به اسمشه، نصف اسممون به اسمشه؟ بابا اول که جام و لو داد برچم کت بس مورد تحویل پلیس و خدافز. شاید لازم باشی اول کاری مخارجی بکنه. دست چکت کجاست؟ بهش مامانه سوید مرگ من کمکم کن. پسر محکم باش، محکم حرف بزن. با خانواده پسرم هی حرف پول بزن، بگو دارم میدم. گریه مری نکن یا مهران، فردا تهران. خب باشه، امشب برو یه هتل بمون، خرج هتل غذات هم پای منه. کارت هم هستم. حله یعنی حله. سرکار، آقا مهران سارنگ رو میشناسی؟ فوتبالیست معروف. بله میشناسمشون. قربونت میشناسم. خالی که به درد ما نمیخوره، کارش درست کن بره دیگه. میدونه اگه این نباشه چه اتفاقی میفته؟ تو جام ملت‌ها، تو گروه 4 تیمی، تیم پنجم هم نمیشی. من کوچیکت هم سنو جون نبود. بله. میگه بله، اینجوری هم میکنه. حله. آقای گرکانی اون ور خیابون رو میبینی؟ چیه؟
خانواده مقتولن. باشن بذار برن. میگم نمیخوای شما بریم باشون یه صحبتی کوتاهی بکنیم اقلن؟ شما مرغ تو لونش میپذی یا تو آشپزخونه خونهت؟ زنگ میزنیم شام دعوتشون میکنیم بیان خونه، اینجا که جایی رضایت گرفتن نیست. شما فعلا به فکر سند باش، یه خودم پول جور کن، شاید لازم شد من اینجا دم یه چند نفری رو دیدم. چقدر ملاقاتی داری تو؟ کی؟ خوبه یه روز اومدی تو هست آمادش خانواده مقتول اومدن. آی سارن فقط گیریه کن، حرف اصلا نزن، شاد چه میشن اونا وقتی تو شاد میشن که فقط مرد تو رو ببینن تا میتونی برشون بمیر. ماشاءالله بخواب آقا جون. چقدرم که این گوش کرد گوشی دستتون باشه. میترا خانم، میترا خانم، میترا خانم، مامانه دونه دست شما درده، ها شما بفهم. الو سلام میترا جان، چطوری ماما؟ سلام ماما، حالتون چطوره؟ زیارتتون قبول. ممنون ماما جون، الحمدلله خوبم. میگم ماما شما خوبین همه دون؟ همه خوبی، مهرانم خوب است. مهران باید یه چند روزی توی اردو تیم ملی باشه تمرین کنه، من خیلی نمیبینمش ماما. به سلامتی، هر جا رفتم جادونه خالی کردم، دعا دون کردم ماده. آره ماما قربونه دون برم، دست شما درد نکنه، ما الان خیلی به دعای شما محتاجیم. چی تو میگی؟ چیزی شده؟ میترا اتفاقی افتاده ماما؟ نه ماما طوری نشده، از همه چی خوبه. ماما راست این دادا رضا زنگ زده بود با بابا سراغ شما رو میگرفت، بابام شماره یه هتل شما رو داد، بادون تماس گرفت. آره رضا زنگ زده، الان با بابا حرف زدم، اسم تو بیمارستان رضا زنگ میزه. بیمارستان برای چی؟ میگه بابات بهت نگفت دو قلوبه. آها آره گفتش، خدا حفظشون کنه ماشاءالله. رضا اصرار داشت که من از همین جا برم پیششون، به بابادم گفتم. تو چی میگوی ماما؟ آره دیگه ماما، اونا که تو کشور غریب کسی رو ندارن، شما همین کارو بکنین بهتر است. آخه نمیدونم چرا دل شور شما رو دارم ماما. چرا شور میزنید؟ اینجا همه چی خوبه، خیالتون راحت. شما برین اونجا، ایشالله ما میایم اونجا، اونجا دو همی دوری هم جمع میشیم، همه چه خوب. ها؟ باشه ماما، مواظب خودتون باشی، کاری نداری؟ نه ماما، ماما التماسی دعا، قربونت برم، خداحافظ. خدا نگهدار. وای خدا بفهمی. سلام علیکم آقای مسیب، متهم آوردن. سلام. من برادری مسعودم، همونی که زدی و فرار کردی. کار زیادی باهات ندارم، سر و کارت با قانون. پدری من همینجاست، میخواد بیاد ببیندت. دلم میخواد مثل یه مرد مراعاتی حالی پیر مرده بکنی. از لحظه مرگو دعوا حرف نزن، داغشو تازه نکن. پیر مردس میتونی؟
اصلا حرفی ندارم بزنم. باشه، اون میخواد چند تا سوال از تو بپرسه. بره پرونده رو بخونن یا شما براشون بخونین. از دیروز تا حالا 10 بار از من ائتلاف گرفتن، گفتم من نمیخواستم بزنم. بابا ناسلامتی من ورزشکارم، قاتل که نیستم که. ملی پوش مملکت رو آوردین، این میمون باقی باشه آدم میارید تماشا. از خجالت هست که نمیخوای؟ نه با چه خجالتی؟ دعوام شده سر هرچی، اصلا هیچی. فوش مادر داد منم زدم. داداشی من به تو فوش داد؟ بله، داداش شما. تو صاف صاف تو چشم من نگاه که هرچی عشقش کشید گفت. شما خودتو نگاه نکن، پهلوونی معلوم کشتیگیر بودی. داشت بس شما باحال نبود. منم وسط آتیش، اعصاب قاطی گفتم بابا جون تو که من میشناسی بذار من برم، من خودم این خسارتتو میدم. بهش گفتم چه میدونم تو چه خری هستی. بعدم فوش داد. شما بودی چیکار میکردی؟ الانم اگه فکر میکنی پدرتون ناراحت میشه نگیرینش، چون من واقعا همین حرفا رو میزنم. نمیتونم بگم بیخوری زدم کشتمش که. شما داغداری درست، ولی وضعیت منم اینجا ببینین دیگه. من باید تو اردو باشم، تو زندانم. مثل این که ما یه خون و چند تا معذرت به شما بده کاریم. تو کجای دنیا این چیزا برای کسی حق میاره؟ یارو گلدونه خونش میخوره تو سر همسایه، باید تا یه عم داره جواب پس بده که چرا گلدونه جای درست نذاشته؟ به فرض کسی دوست داشته باشه تو رو بشناسه، بعد بزنی بکشیش؟ که مثلا عکس تو جلد مجله است؟ این مردشور اون روزنامه رو مجله رو برن که همسایه مثل تو رو میکنه قهرمان. تو یه دقیقه طاقت نداری به اعصابت مسلط بشی که مثلا ورزشکاری؟ اگه تو زمین فوتبال بازی کنی طرف مقابل روت فول کرد میکشیش؟ ببین پسر جان، بابا من پیره است، قلبش شکسته است، آزارش ندی. اگه بتونی معذرت ازش بخوای مرهم خوبی است. بفهم. میتونی بشینی. شبت که بازجوییش تکمیل شده است که میتونین ملاقاتش کنین، وگرنه ممنوعه. حالا اگر شما بخواین همینجا مصالحه کنین، ما پرونده رو میفرستیم برای مقام قضایی، دستور میگیرن. اون وقت تا یه هفته هم میتونیم اینجا نگرشون داریم. حالا فکر میکنین که همینجا بخواین مصالحه کنین؟ حالا ما که از خدا آمونست، به شرط این که این پسر دست از کل شقی بردارد و قلب شکسته پدرمون رو آروم کنه. انشالله که به حول و قوه الهی درست میشه. انشالله. بله، صدفان کشمی هستم، بفرمایید. بله بله. سلام. من بعدم با شما تماس میگیرم. سلام پدر جان. تسلیت عرض میکنم. بفرم بشین. صحبت کنه اشکال نداره، ولی مأمور مراقب باید حضور داشته باشن. بفرمایید.
و مسعود میشناختی؟ از کجا میشناختم؟ ولی ایشون منو میشناخت. از کجا؟ بالاخره من فوتبالیستم، یه ایران منو میشناسن. آقا پسر شما هم شناخت و فحش مادر داد. منم مادرم همه کسمه، پدرمه، مادرمه، رفیقمه. حالا من با تو چی کار کنم؟ شما بگو من چی کار کنم؟ من الان نرم سر تمرین از تیم ملی خطم میزنن دیگه هم نمیذارن تو رد ملی توپ بزنه. شما اگه بزرگی میکردی، پدری میکردی در حق من، رضایت میدادی میذاشی من برم سر خونه زندگیم. منم اشتباه کردم و قبول دارم، ولی آقا پسر شما هم دیهشو میدم ها، یعنی هر چقدر بشه میدم، اصلا دو برابرشو میدم. شما هر وقت پول کم آوردی به من زنگ میزنم، من خودم نوکرتم واسه میفرست، اصلا واسه در میذارم میارم. شما شغلت چیه پدر جان؟ من بی کارم، یادم هیچ کاره، یادم بی خود خاصیت. یه نابابا، یه پیر مرده که یه پاش لبه گورست، یه آدم بی غیرت بی تعصب که رو خونه پسرش داره معامله میکنه. حکو حالا چرا به خودت فوش میدی پدر من؟ این حکو فوش نیست، حقیقته. بابا تو صورت من نمیشته، مگر نه تو زبونه لاغری چطور جرأت میکردی با من حرف پول بزنی؟ حرف بدی نزدم که، حرف قانونی دارم میزنم. حرف قانون پوله؟ دیگه رو گذاشتم برای همچین وقتهای دیگه. یه برای رضایته. بالاخره من شما نمیخوای رضایت بدی؟ نه، من میخوام تو رو بکشم گل دار، میخوام تو رو بکشم، میخوام پدریت تو در بیارم که تو تاریخ ها بینیمیسن. میخوام همه اونا که جرعت میکنن دست رو آدم رو بلند میکنن و خونشون رو میریزن از ترس که با خوابشون میریزن خراب کنن. تو هنوز مثل که منو نشناختی. من مهران سارنگم، پا تو زمین میذارم یه استادیوم به احترام پا میشن، همه شون رو هوار میکنم سره. خوبه؟ من کاری میکنم زبون تو حلقت گوله کنی تا خفشی که آرزوی مرگ بکنی. منو نگاه. هر کاری عشقت میکشه بکن. الهی شکر خیالم راحت شد. باشه. آقا جون حجی برو رد کاره. آقا ببینم با این پسر حرف زدی؟ من کار دارم حجی، برو. آقا جون چطور شده؟ برو بابا. روح من سودی خونه دا میریزم. آقا ببینم این کولی بازی ها چی در میرتی کلام داری؟ چش آقا من عیدی؟ آتیش میبارید ازش کنم. پسر فرده برای یه چیزی گفت آتیش درش کردت، پس من برم حقش بذارم که فیدت نشده. آقا ببینم تو رد زندگی، من خودم تحت توی قضیه رو در میارم. برو برو داداشی، برو. حجی خوبه احسان؟ سلام. سلام. چی شو؟ نفهمیدی آقا دخونه این پسر چی گفتن؟ چی شو نفتن؟ در قیافه آقا معلوم بود که این پسر حرف منو گوش نکرده است. نجم ببین حجی، من یه چند دقیقه ای وقت گرفتم با این پسر حرف بزنم، شما جایی نریم، همینجا بایستم، ازت خواهش میکنم. بایستم آباتی، از قولی من بهش بگو خوب حرف من عمل کردی، قهرمان. تو چیکار کردی مهران؟ به این پیر مرد چی گفتی که اینجوری عصبانی از اینجا رفت؟ من چقدر بهت گفتم که مراعات حال این پیر مرد رو بکن؟ بابا اصلا حرف تو کتش نمیره، من خودم قاطی، الان زندگیم رو هواست. ببین برادری مقتول اومده به شما که بابا، آقا، بابای من نرنجون، ازش عذر بخوا. بابا خواستم دیگه، گفتم اشتباه کردم، آقا با یارو حرفم شده زدم،
نه تو نظریش کشتیش اینم مهم نی؟ لااقل حرمت اون موی سفید پیر مردو نگه میداشت. تو دلش شکوندی میفهمی؟ میشه دوباره ببینمش؟ تو چی بشه؟ ها؟ با این زبون تند و تیزت آسیش بکنی؟ دستم گم کرده بودم یه چیزی گفتم. الان هنوز اینجاست میشه بهش بگین دوباره بیاد؟ تو کجای کاری مهران؟ رفت. تو دل همه رو شکوندی. میترا به خاطر تو با همه دنیا جنگی. حتی با من. برای تو چیکار کردی؟ ناامیدش کردی. اگه فکر میکنین پیره مرده میاد یه خواهشی ازش بکنین میشه؟ آسان واتی تو جون میترا در حقم پدری کن. شاید این دفعه راضی شد. من التماسش میکنم. اصلا بگید میخواد عذرخواهی کنه. میاد؟ نمیدونم. فقط خدا به فریادت برسه. آقای سارنگ وقت هم آمد. خواهشم بفرمایید بریم. شیر از خود رازی مردی که یه بد آگی جوون اینقدر بد دهن حاده بدبختی دلشو گرفته. ای یار مبارک باد میزنه بدبخت. حالا فیس افادتو میخوابونم. وقتی فرهادی میگه اینا باید تو گوشی بخورن راست میگه. تو گوشی آدمو بیدار میکنه. وقتی زدم تو گوشت ببینم مادرت برات آبالایی میکنه یا پدرت. پدرتو در میارم. فقط یه بونه مثل مسعود. مسعود هم جوان آبا با جانه بابا کجا؟ با کدوم راه کدوم بی راه سیب کجا میرسه؟ خدا رحمتت کنه بابا. ها لا اله الا الله لا اله الا الله. بابا من خسته شدم. تو جبونی نفسم گره. نه آبی هست نه چپوری که آبو چپو کنم یکم. خدا من از این لاغریا میکشم. گاهی به گاهی یکی دوتا میگم برا سینه خوبست تی نکشم چشم درو چشم یا خوبه آخش ششم حال اومد کنار آن بدب گفتمت شالله زندگی زنده رود نباشه. بچه بودی ولی کیاس گفتی چطور؟ گفتم این آب از کوهای کوه رنگ میاد میره تو گوخونی باطلاق میشه.
حیف از کوه بیای بری تو باطلاق که شکمش از نجاست سیرمونی نداره. بازم برم بابا. ها مسعودی کجا؟ هجله تو از بابا